بهمن ماه سال 1356 با نام مردم قهرمان تبریز گره خورده است. بهمنی تبدار که سپید آغاز شد و سیاهی رو به پایان گذاشت. جوانان دهه 40 و 50 درباره روز 29 بهمن 1356 و آنچه که در تبریز گذشت یک سینه سخن دارند. تیتر روزنامه های حکومتی در 30 روز بهمن ماه سال 1356 خود به تنهایی گویای ابعاد واقعه است. هدف روزنامه های حکومتی از چاپ این عکس‌ها و خبرها ایجاد رعب و وحشت در جامعه بود، اما مردم با نگاهی سرشار از تحسین به شعله های برخواسته از تبریز می نگریستند و با کنجکاوی درباره واقعه‌ای که رخ داده بود سخن می گفتند. راستی بغض تبریز چگونه منفجر شد؟ یادمه که فضای اجتماعی تبریز در روزهای آخر بهمن سال 56 بسیار ملتهب بود. با وضعیت جوشان انقلابی مواجه بودیم. نفرت مردم از شاه روز به روز بیشتر می شد. عصر روز 28 بهمن سال 56 بود. از طرف دوستانم اعلامیه دستم رسید. در آن برای جرامی داشته شهدای 19 دی ماه 56 شگوم فراخوان داده شده بود. قرار بود این برنامه در مسجد طلای تبریز معروف به مسجد قزلی برگزار بشه. آن شب با کمک تعدادی از دوستانم تعدادی شعار نوشتیم و قرار شد این شعارها رو در محله های مشخصی نصب کنیم. از جمله یکی از اون محله ها درب حزب رستاخیز بود. اتهام های خیلی کثیفی رو در واقع به انقلابیون وارد کرده بود تحت عنوان ایران استعمار سرخ و سیاه، که از واژه هایی بود که شاه درست کرده بود. استعمار سرخ منظورش نیروهای انقلابی و چپ بودن، استعمار سیاه هم منظورش نیروهای مذهبی بودن. اینا رو ردیف کرده بود و همین باعث خشم و اعتراض مردم به خصوص جوونا پای قم شده بود. همون روز عصرش، یعنی عصر 17 اعتراضات شروع شد و فردای اون روز هم مردم رفته بودن خونه مراجع قم اعتراض کردن که این چه وضعشه. و البته اونا هم یه صحبتهایی کرده بودن، قضیه رو جمع جور کرده بودن و به اون امید که دیگه با یه صلوات قضیه تموم شده. رژیم شاه هم چون فضای قم ملتهب شده بود از تهران و جاهای دیگه نیروی سرکوبگر آورده بود، گاردهای مختلفی آورده بودن که خلاصه اگه روز 19 هم اتفاقی افتاد حسابی سرکوب کنند. اما جوانای قم، دانشجویان دین مثل مجاهدین شهید علی باقری، حسن حسین یاوری، حسن ارمی و خیلی های دیگه که بعضا زندان هم بودن و از زندان آزاد شده بودن، اینا محرک قضایا بودن. البته اینها رو هم بعدا خمینی جنایتکار اعدام کرد. در واقع قیام قم به این شکل صورت گرفت. در اونجا تعدادی از جوانا به شهادت رسیدند و تعداد زیادتری زخمی شدند و همین این شد موتور محرکی که در واقع قیام‌های بعدی رو شکل بده. در حقیقت جوونا اون زمان اینطوری فکر می‌کردن که صرفاً با تظاهراتی که تو اون یک ساله بوده رژیم شاه سرنگون نمیشه، الا زمانی که درگیری صورت بگیره، الا اینکه شورش صورت بگیره و با نیروهای سرکوبگر چنگ در چنگ شد و قیمتش رو پرداخت تا روزی که به نقطه سرنگونی برسه. و البته طبق معمول آخوندهای فرصت طلبی که همیشه با هر گونه درگیری با نظام شاه مخالف بودن و دنبال مسالمت و این چیزا بودن،
فرصت طلبانه همین قیام رو هم به جیب خودشون می‌ریزن.